فرمانده نیروی انتظامی تهران از طرحی به نام امنیت محل محور خبر داد که قرار در بیش از 2000 نقطه تهران اجرا شه. فرمانده سپاه تهران هم از آمادگی گردانهای آشورا خبر داد و گفت که به آنها اجازه داده شده تا گردانهای جدیدی رو تشکیل بدن. فرمانده کل نیروهای انتظامی هم تأکید کرد که اگر نیاز باشه از سپاه پاسداران کمک خواهند گرفت. سوال اینه، مگر چه اتفاقی افتاده؟ مگر قرار یه امپراتوری قدرتمند به کیان اسلام حمله کنه؟ مگر قرار جنگ جهانی شروع بشه؟ مگر در فکر این هستن که سربازان گمنام امام زمان رو برای استقرار اسلام به سراسر دنیا گسیل کنن؟ قاعدتاً باید خطر بسیار هراس‌انگیزی در راه باشه که این چنین این اوباش رو به تقلا انداخته. لازم نیست در مورد این خطر حدس و گمان بزنید. خود همین سلحشوران رنگ رو باخته از خطر صحبت کردن. وزیر اطلاعات گفته که طرح هدفمند کردن یارانها با تنش‌های همراه خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی گفته که دغدغه پلیس اینه که مثل سهمیه بندی بنزین غافلگیر بشن. و یادتون هست که با صرف اعلام سهمیه بندی بنزین مردم خیابونا رو بستن و تعدادی پمپ بنزین رو به آتش کشیدن. فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که ممکنه عده‌ای قصد داشته باشن که هر روز جایی رو به اعتصاب و تعطیلی بکشونن. پس معلوم شد که ترس اینا از چیه؟ ترسشون از شبحی خوفناک به نام اعتصابه. این سلاح قدرتمند طبقه کارگر که اگر به میدون بیاد و با شورش مردم همراه شه کل این بساط جنایت و فساد اسلامی رو یک شبه جارو میکنه. ترسشون از اعتصاب و به همراه اون شورش مردم علیه این دزدی علنی حکومت از جیب مردمه. اینها البته هم قدرت اعتصاب رو میدونن و هم قدرت شورش مردم در کنار اعتصاب رو. شورشی که همین پارسال در شکل و قامت زنان و جوانان شجاع به خیابونا سرازی شد، همه محله‌ها رو غرق کرد و حتی تا محله خود جنایتکار اصلی هم پیشروی کرد و سر راه خودش خیلی اوباش جنایتکار تا دندون مسلح حکومت رو بیروحیه رنگ رو باخته و ترسیده بر جا گذاشت. پس مانور امنیت محل محور روحیه دادن به همین اراذل اسلامی است که پارسال در همون محله ها از مردم شکست خوردن. اما یه نکته رو لازمه به این آدمکشان دزد اسلامی حاکم گوشزد کنیم. مگر این اولین باره که طرح امنیتی را میندازن؟ 30 سال است و ده ها بار علیه زنان، کارگران، جوونا طرح امنیتی راه انداختن و هر بار شکست خوردن و دست از پا کوتاه‌تر به لونه هاشون برگشتن. مطمئن باشید که این بار هم مردم همون بلا رو به سرتون خواهند آورد. مطمئن باشید که این بار هم از مردم شکست سختی خواهید خورد.